پیکر پاک سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بامداد امروز در گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شد. پیکرهای مطهر سردار سلیمانی و همرزم شهیدش سردار پورجعفری از دیروز به کرمان رسیده بود، ولی ازدحام فوق‌العاده جمعیت باعث تعویق آن شد تا اینکه بامداد امروز با حضور انبوه مردم تدفین شدند. شاید کرمان در تاریخ طلوعی به چنین دلگیری به خود ندیده باشد. عاشقانی که از دیروز حماسه آفریدند و عاشقانه در رسای سردارشان حاضر شدند، همچنان در گلزار شهدای کرمان در جوار شهدا منتظر ماندند. ساعت حدود 2 صبح، اما مردم هنوز عاشقانه منتظر مالک اشتر علی هستند. از دیروز که مراسم تشییع تمام شده، این مردمی که میبینید یک لحظه اینجا رو رها نکرده. با تک تک این شهدا این دو شب زندگی کردم. حاج قاسم، مردم همه قدرت رو میدونن، یادت بخیر. مردان و زنان غیور قدرشناس با شنیدن خبر اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی ندای الله اکبر سر دادند. با آغاز نوحه خوانی به نظر می رسد انتظار رو به پایان است. قرار است شهدای مقاومت در خاک مادری آرام گیرد. و بالاخره پس از ساعت ها انتظار، پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار حسین پورجعفری وارد به گلزار شهدای شهر کرمان شد. حالا 3 روز اینجا، شب و روز نداشتی. چند روز که همش انتظار. اونی که منم توی دلم قیامته، تموم آرزوی شیعه شهادته. اشکی که در این چند روز ریخته شده از بامداد امروز بی جواب نمانده. پایگاه بزرگ و قدیمی عین‌الاسد ساعت 1:20 بامداد امروز با موشک‌های متعدد مورد حمله قرار گرفت. پایگاه دوم اونها در نزدیک اربیل هم مورد حمله قرار گرفت. همزمان همراه با دفن سردار انتقام گرفته شد. ای انتقام ادامه پیدا کنه. به مانند صبح امروز موشک ها برای اولین انگشت نشانه به سوی اوست. به زودی زود نماز رو همه با همدیگه در قدس خواهیم خواد انشالله. اینجا گلزار شهدای شهر کرمان و آرامگاه ابدی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزم شهیدش حسین پورجعفری، محلی که به وصیت خودش آرامگاه ابدی او شد. سلمان متحدین، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان. خانواده سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در پیامی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی از حماسه آفرینی کم نظیر مردم ایران و عراق در آیین‌های تشییع و گرامی داشت این سردار سربلند قدردانی کردند. در این پیام با بیان اینکه پیام محبت آمیز و اطمینان بخش آن رهبر حکیم، دیدار و دلجویی از بیت محزون حاج قاسم و اقامه نماز شکوهمندتان بر پیکر مطهر شهیدان مرهمی بر این اندوه جانفزا بود آمده است، با تمام وجود گوش جان به فرمان ولایت دارند. همچنین خانواده سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در پیام خود از مردم شریف ایران، ملت قدرشناس عراق، فرماندهان و اعضای جبهه مقاومت و همه آزادگان جهان که در این واقعه ابراز همدردی نمودند قدردانی کردند. مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 19 دی ماه از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. همچنین مراسم دیگری از طرف معظم الله شنبه 21 دی پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.